دوستان درود، همونطور که در جریان هستید اعلام شد که بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چینی ها توافق از سرگیری روابط دو جانبه امضا شد. در بیانیه مشترکی که طرفین صادر کردند گفته شد که ظرف 2 ماه اقدام به باز کردن سفارتخانه ها و کنسولگری ها خواهند کرد. در حدود 7 سال پیش بود، بعد از اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عربستان سعودی، بخشی از سپاهی‌ها و بسیجی‌ها حمله کردند به سفارت سعودی‌ها در تهران و با آتش کشیدند و روابط دو طرف قطع شد و تقریبا 5-6 دور مذاکرات که اغلب اونها هم مخفیانه بود در کشورهای مختلف از جمله عراق انجام شد، اما خب نتیجه نداد تا اینکه چین پا پیش گذاشت. شیوه خبررسانی هم خب بیشتر از اون که در مورد یک رویداد یا یک توافق نرمال سیاسی بین دو تا کشور نرمال باشه، بیشباهت نبود به اخباری رو که قبل از نیمفصل یا فصول رقابت‌های لیگ فوتبال ایران مدیر عامل باشگاه‌ها بمب خبری در واقع به قول خودشون میتره کنن. نور نیوز، پایگاه خبری وابسته به شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر علی شمخانی و اون دار و دسته اداره میشه، 2-3 ساعت قبل از اینکه خبر این توافق امضا بشه و ویدیوهاش بیرون بیاد، یک توییت زد که دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، طی چند روز گذشته در یک کشور خارجی مشغول مذاکرات بسیار مهمی است. اعلام قریب الوقوع نتایج اون تحولات قابل ملاحظه‌ای را رقم خواهد زد. به هر حال در این توییت اعلام کرده که 4 روز شمخانی اونجاست، ولی خب این خبر علنی نشده بود، کسی هم خبر نداشت، دست کم در سطح رسانه های خود حکومت، که او قرار است به پکن سفر کند، با مقامات عربستانی ملاقات داشته باشه. احتمالاً هم امیدوار هم شاید نبودن که بتونن در این دور هم توافق بکنن. بعد که مطمئن شدن و رسمی شد، صرفا ویدیویی ازش نشون دادند و جزئیات زیادی هم از اینکه این توافق در چه ابعادی و چه سطحی است اعلام نشده، صرفا ویدیویی بود از امضا. و علی شمخانی هم با کلیگویی 1-2 پاراگراف ازش خبرگزاری‌ها منتشر کردند. بلافاصله صحبت از این شد که ما مقتدریم و مناسبات خودمون رو داریم عوض می‌کنیم. تعریف و تمجید از دیپلماسی در واقع منطقه‌ای دولت دکتر ابراهیم رئیسی شروع شد. حسین امیر عبداللهیان بلافاصله در یک سخنرانی میگه روابط ایران و عربستان ظرفیت‌های بزرگ ایجاد می‌کند برای جهان اسلام. خبرگزاری تسنیم تیتر زده این از سرگیری توافق در واقع روابط سیاسی جمهوری اسلامی و عربستان، حذف آمریکا از مناسبات غرب آسیا است. تقریبا 4-5 نفر از پادوهای رسانه جمهوری اسلامی، همینطور یک سری از خبرگزاری حکومتی بلافاصله شروع کردن به تبلیغات اینکه دلارها رو بفروشید و قیمتها ریزش میکنند و درهمهای امارات سرازیر میشد از این تو تبلیغات. اما امروز به این میپردازیم که چرا ادعا میکنیم توافق بین جمهوری اسلامی و عربستان خیلی دوام نخواهد آورد، دست کم در روی کاغذ ممکنه شور و حالی رو در حکومت ایجاد بکنه و این آخر سالی اندکی مثلا به قیمت یورو دلار که رو به افزایشه ترمزی بکشه. آیتم‌های مختلف رو من نوشتم. موضوع اول اینجاست که اختلاف جمهوری اسلامی و عربستان مسائلی نیستش که با یک توافق سیاسی بشه اون رو حلش کرد، حتی اگر میانجیگر چین یا کشوری مثل روسیه باشه. علتش اینجاست که آنچه که در روابط جمهوری اسلامی و عربستان باعث شد که به این وضعیت بیفته و در 7 سال نتونن مناسبات خودشون رو نرمال بکنند، به هم ریختن توازن قدرت در جنوب غرب آسیا است، بین ایران و عربستان. از این بابت که از 10 سال پیش مسیری رو که سعودی‌ها انتخاب کردن برای قدرتمندتر کردن عربستان در دنیا، بخش عمده‌ایش به ضرر جمهوری اسلامی بود.
هم در بُعد اقتصادی و هم در بُعد سیاسی و امنیتی عربستان برای اینکه قدرتمند بشه نیاز به یک سری اصلاحات داشت که اون اصلاحات تمام قد به نفع جمهوری اسلامی نبود پیاده کردنش. از جمله چراغ سبز نشون دادن به یک سری از کشورهای منطقه مثل امارات و بحرین برای امضای پیمان ابراهیم با اسرائیل، یا نزدیکتر شدن روابط ریاض و تلاویف. اینها مسائلی بود که افق اون اصلا به نفع جمهوری اسلامی نبود. وقتی مقایسه میکنی عربستان رو چه ریلی قرار گرفته برای اینکه قدرتمند بشه و جمهوری اسلامی کجا قرار داره، ناخودآگاه به این سوالمون که چرا این توافق چندان دوام نخواهد و پاسخ داده میشه. نخست اینکه صادرات نفت عربستان به عنوان اولین تولید کننده نفت دنیا اصلا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیست. چرا؟ ارکان قدرت آفرین در روابط بین الملل امروز شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی است. هر کدوم از این مؤلفه ها کم باشه در مقایسه با کشور رقیب، به ویژه اگر در جای حساسی مثل خاورمیانه باشه، یک تأثیر مثبت یا منفی به نفع یا ضرر اون کشور یا رقبای اون خواهد داشت. برای کشوری که دار و ندارش فروش نفت بوده و تحریم شده، اصلا اتفاق خوبی نیست که قیمتگذار اصلی و تولید کننده اصلی، یعنی در واقع شریان نفت، دست رقیبش باشه. این اتفاق برای جمهوری اسلامی افتاده. جذب سرمایه گذاری خارجی، اون چیزی رو که عربستان برای آینده خودش و جمعیتش در نظر گرفته، برای توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز و سایر زیرساخت‌های عربستان در نظر گرفته، اصلا در مخیله‌های جمهوری اسلامی هم نمی‌گنجه. موازی با اون، سرمایه گذاری همین کشورها در کشورهای خارجی دیگه است. هرچه که از درآمدهای نفت و گاز عربستان دست میاد، بخش عمده‌ای صرف همین سرمایه گذاری ها میشه. کشور ماه به ماه، سال به سال قدرتمندتر شده. وقتی که یک دولتی جیب پرپولی داشته باشه، هم سیاست خارجی خودش رو پیش میبره، هم متحدان بیشتری رو میتونه برای خودش داشته باشه. در اون موازنه قدرت که ابتدای بحث خدمت شما عرض کردم، اینها باعث میشه که کفه به نفع عربستان سنگینی بکنه. مسئله بعدی اختلافات امنیتی بین جمهوری اسلامی و عربستانه. اون چیزی که دولت سعودی میخواهد تمام شدن دخالت‌ها و نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای مثل عراق و سوریه است. درست نقطه مقابل اون رو اما رژیم ایران پیاده میکنه، اونم با شاخه نظامی سپاه، سپاه قدس. به این خاطر که جمهوری اسلامی برای اینکه قدرت خودش رو در منطقه حفظ بکنه، ابزاری به جز تروریسم یا توسل به موشک‌های بالستیک و موشک‌های میانبرد و زرادخانه و حمایت از شبه نظامیان نداره. این درست به ضرر عربستانه. یک نمونهش فقط سعودیان که الان 5 ساله درگیر جنگ با عربستان هست. و همینطور جمهوری اسلامی اینها رو تأمین مالی و تسلیحاتی میکنه. و این تأمین تسلیحاتی متوقف هم نشده. کمتر از 3 هفته پیش بود که دوباره چند محموله بزرگ تسلیحاتی رو گرفتن با مبدأ ایران از بنادر ایران، که با این شناورهای ناشناس داره صادر میشه برای حوثی‌ها در یمن. بزرگترین تهدید امنیتی برای عربستان بعد از اتمی شدن جمهوری اسلامی و موشک‌های بالستیک همین شبه نظامیان به ویژه حوثی‌ها هستند. در صورتی که اینها ارکان قدرت جمهوری اسلامی است و به قول خامنه‌ای ناموس انقلابند. خامنه‌ای معتقد موشک‌ها و قدرت نظامی منطقه‌ای که همون شبه نظامی‌ها باشند، اینها عناصر قدرت، ناموس جمهوری اسلامی هستند. هر دوتای اونها منافع عربستان رو به خطر میندازه و جمهوری اسلامی هم هرگز حاضر نیست سر اینا مذاکره بکنه. تا الان هم نکرده. مسئله بعد، بهبود هرچه بیشتر روابط
سعودی ها و اسرائیل در همه زمینه ها، چه اقتصادی، چه نظامی، چه امنیتی و سیاسی. خاطر اون باشه وقتی که راجع به سعودی ها صحبت میکنیم راجع به یک کشور نیست. اینها در چارچوب شورای همکاری های خلیج فارس یک بلوک قدرتمندند که اتفاقا با وجود اختلافات و تعارضات زیادی که در منافع خودشون دارن، منهای قطر که دائم ساز ناکوک در بین اونها میزنه، به نسبت بلوک هایی در دنیا مثل اتحادیه اروپا خوب عمل کردند. اختلافات کمتری دارند، حرف شنوی بیشتری از مرکز که سعودی ها باشه دارند، که در چارچوب اوضاع خاورمیانه این بیشتر به نفعشونه. و از همه مهمتر تنها نیستند. همین بلوک به رهبری سعودی ها هم ائتلاف نظامی دارند و هم اشتراکات گسترده اقتصادی. بر همین اساس هم روابط همشون هم با روس ها خوبه، هم با چینی ها، هم با امریکایی ها و هم با اروپایی ها. و نفوذ زیادی هم در حوزه هایی دارن که جمهوری اسلامی آرزو میکنه اونجا با خرج زیاد نفوذ کنه، مثل افریقا. دوستی بسیار نزدیکی دارن با ترکیه برقرار میکنن. بخش زیادی از سرمایه گذاری های سوریه با وجود اینکه جمهوری اسلامی در 12 سال داره در سوریه میجنگه که بتونه گستره نفوذ خودش رو بیشتر بکنه، الان با ترکیه و عربستانه. اصلا رابطهشون رو دارن با بشار اسد خوب میکنن که از دامن جمهوری اسلامی بیرون بکشنش. مسئله بعد، قدرت اقتصادی عربستان به جایی رسیده که میتواند به معنای واقعی اختیاراتی رو در حوزه سیاسی و اقتصادی برای خودش داشته باشه که در جمهوری اسلامی صرفا فقط شعاره. شما سالیان زیادیه که میشنوید مقامات حکومت ادعا میکنن که میخوایم دلار رو، یورو رو از معاملات ارزی خودمون حذف کنیم، اما در عمل این کار رو سعودی ها دارن میکنن. اون هم نه به معنای یا ریشه های ایدئولوژیک سعودی پشت سرشه، به معنای یک آفر، به معنای یک موقعیت. این حاصل یک اقتصاد قوی است. محمد اجدان وزیر دارایی عربستان اخیراً اعلام کرده که امکان فروش نفت به هر کشوری با ارز همون کشور وجود داره. بزرگترین صادر کننده این جهان حالا وقتی میخواد نفت به هر کشوری بفروشه، ارزمون رو هم قبول میکنه. یعنی اقتصاد بسیار پشتوانه قوی داره. حاصل همون اصلاحاتی است که بن سلمان کرد. امروز انقدر وضعیت اقتصادی این دو کشور متفاوته که اصلا قابل مقایسه نیست کدومی که از اونها در منطقه و دنیا حرف برای گفتن دارن. برای خرید 1 یورو 4 ریال عربستان باید پرداخت بشه، در صورتی که برای خرید 1 یورو باید 500,000 ریال واحد پول ایران پرداخت بشه تا بشه 1 دونش خرید. ببینید چند برابر متفاوت وضعیت اقتصادی دو کشور. از همین میزان ارزش پول ملی اونها میشه فهمید که کجای کارند. درآمد نفت عربستان طبق آخرین چیزی که اعلام کردن 326,000 میلیارد دلار بوده. درآمد نفتی ایران چقدر بوده در همین دوره؟ 35 میلیارد دلار. اون هم تازه با وجود تحریم ها نتونستن اینها رو وارد بکنن، پول رو، یعنی ارز به کشور برگرد. در بانک های بزرگ دنیا بلوک هست، هر وقت بخوان که کالاهای استراتژیک و دارو و خدماتی بخرن از اون محل کسر میشه. از این میزان درآمدی که عربستان از نفتش داره، بخش زیادیش صرف انرژی های پاک میشه، سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی، بادی، هیدروژنی. با این سیاست که نفتی که امروز در این ذخایر استخراج میشه دوام نخواهد آورد. کشور باید بره به سمت توسعه، باید بره به سمت انرژی های پاک. عربستان کشوریه که خورشید بهترین نور رو، بهترین انرژی رو میتونه برای اونها فراهم بکنه، کاری که در ایران هم ما میتونستیم در کویر بکنیم و نمیکنند. جمعیت عربستان امروز با این همه درآمد 36 میلیون نفره. تازه دارن برنامه‌ریزی میکنن که سال 2030 به 60 میلیون نفر برسن.
جمعیت ایران 90 میلیون نفر، آقای خامنه ای دنبال اینکه 120 میلیونش بکنه، بدون اینکه کمتری رفاهو برای همونه که الان دارن زندگی میکنن فراهم بکنه. عربستان مدت هاست که در ریل اصلاحات افتاده، در همه ابعاد دارن اصلاحات میکنن، با وجود اینکه اصلاحات در یک کشور اسلامی ایدئولوژیک به این راحتی نیست. کمتر ماهی میشه که یک خبر عجیب و غریبی از عربستان نرسه، یا در زمینه تکنولوژی یا در زمینه اصلاحات اجتماعی، رانندگی زنان. زنان ایران بسیار پیشروتر از سایر زنان منطقه هست. حقشون چی اما؟ یکی از مؤلفه های قدرت مشارکت و همکاری اکثریت مردم دست کم با حکومته. مشروعیتی نداره جمهوری اسلامی که بخواد اصلا بر متکی بر اون بره و با کشوری توافق بکنه و توافق پیروز باشه. بهترین روابط و امروز عربستان با دنیا داره. بیمثاله در بین کشورهای خاورمیانه، بیمثاله. اما شرکای جمهوری اسلامی چه کسانی هستن؟ حزب الله و حوثی ها و طالبان و القاعده. و اونجایی که میفهمیم حجم سرمایه گذاری عربستان در آمریکا 800 میلیارد دلاره، مقایسش بکنیم با صحبت حسین امیر عبداللهیان بعد از همین توافقی که با میانجیگری چین امضا شد. امیر عبداللهیان بلافاصله بعد از این توافق اعلام میکنه که روابط ایران و عربستان ظرفیت‌های بزرگی ایجاد می‌کنه برای جهان اسلام. عرض کردم تسلیم حذف آمریکا از مناسبات غرب آسیا. 9 میلیارد دلار عربستان در شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی مثل مایکروسافت سرمایه داره. 430 میلیارد دلار فقط در بورس آمریکا سرمایه گذاری کرد. حالا شما تصور بکنید در چنین شرایطی چه توافقی ممکنه بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی اتفاق بیفته که بتونه این موازنه رو که مبنای اختلافات این دوتا کشور بوده و جمهوری اسلامی رو وارد رفتارهای دیوانوار در مورد عربستان کرده ترمیم کنه. هنوز از تریبون‌های نماز جمعه یکی از متهمین اعتراضات، همین خیزش های اخیر از طرف امام جمعه و خود خامنه ای و سایر مقامات امنیتی و سپاه عربستانه. این ویدیو رو ببینید. در دنیای اسلام یه عده انسان های بی ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنه، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها میتوانند صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زلشون میکنن. شنفتید این دیدگاه علی خامنه‌ای است راجع به سعودی ها، گاو شیرد. اتفاق ویژه‌ای نیفتاده که بخواد این دیدگاه رو عوض بکنه. همون چیزی که سبب شده علی خامنه‌ای به این سعودی ها بگه گاو شیرده هنوز برقراره، هنوز داره تقویت میشه. به این خاطر به اینها میگفت گاو شیرده که رابطه‌شون رو دارن با آمریکا و غرب بهبود میدن. به خاطر اینکه دارن گسترش میدن روابط اقتصادی خودشون، به خاطر اینکه دارن وارد تجارت ها و منافع و منافع گیری دو جانبه میشن. این برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. وقتی کلاه ملاها در منطقه پشت نداشته باشه، عملا موتور اونها برای هر کاری خاموشه. شک نکنید که خیلی زود دوباره راکت پرانی ها شروع میشه. شک نکنید که خیلی زود اتفاقاتی میفته که این روابط دوباره خراب میشه، چون اصلا عربستان به شرق دنیا میره و اینا به غرب، دو مسیر متفاوتند.
اینها به شمال میرند و عربستان به جنوب. سیاست های این دو کشور در تعارض با هم قرار گرفته. اساس و بنیاد اونها، جهانبینی اونها متفاوت شده. درسته هر دو کشور اسلامی هستند، ولی اسلامی که در عربستان داره پیاده میشه، اسلام پولساز. اسلام پولساز یعنی اینکه خیلی از شاخ و برگ‌های اونها باید هرس بکنن تا بتونه با دنیا جوش بخوره. همچین کاری رو جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه. حتی اگر بخواد داخل این سیستم این اتفاق بیفته، جریان‌هایی مثل سپاه نمیذارن، اجازه نمیدن، همچنان که تا به امروز اجازه ندادند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سوریه بود که شمخانی 4 روزه رفته در چین داره مذاکره میکنه، کاری که مثلا اگر قرار بود نرمال بشه علی باقری میکرد. از پشت ماجرا یک اتفاق امنیتی داره میفته، چون طرف عربستانی هم مشاور امنیتی اون کشور بود که آمد. طرفی هم که از چین بود وزیر خارجه سابقشون بود، عضو حزب کمونیست. 4 روز مخفیانه در چین، اون هم تازه با ماجراهایی که احتمالاً برای هواپیمای ما هم پیش اومد. دوباره در قزاقستان گفتن فرود آمده و هواپیمای دومی را از ایران فرستادن، اجازه فرودش تو عرب قزاقستان داده نشد و یه سری حواشی که خصلت مثلا معاملات امنیتی پشت پرده است. از این بابت بله، خواهیم شنفت که ارزش دلار کم خواهد شد، پولاتون رو بفروشید، طلا ارزون میشه، نمیدونم ایران داره بهشت میشه، توسعه و دریچه های جدیدی به روی ما باز خواهد شد. از اینها، اینها همش توافقاتی که روی یخ نوشته میشه. از همه همراهیاتون ممنون، مرسی که شنونده هستید. تحلیل های شخصی من مطلقا چیزی نیستش که بشه گفت 100% درسته، احتمالا خیلی هم توش اشتباه نخواهد بود، از این جهت که اینهایی که میگیم بخش عمده‌ایش جمع‌آوری اطلاعات و دیتا هاست و دوختن اونه به هم، یعنی چیزی نیستش که دیدگاهی باشه که از ذهن حالا یک شخص بیرون اومده. نه، ما بیشتر اینجا راوی تحلیل هایی هستیم از این دست. از اینکه شنونده اید بسیار ممنون.